کشیدن صمیمانه قدردانی میکنیم دیگه مادر و دوستای بهنوش جان همه مفصل از شما خوبیاتون گفتن از حضور گرمتون. من یه دستنوشته یکی من رو نخوندم، یکی از دوستان فراخری نوشتن گفتن که من بخونم برای مثل اینکه ظاهرن تقدیم کردم به پدر مادر بهنوش جان. از درد دوری تو سوخت دلم ای پاره ی تنم، اما می سازم به یاد خاطراتت با زندگی با تن خسته خودم. سلامی گرم و صمیمی به پدر و مادری عزیز که سزاوار ستایشند، چرا که ستاره ای از سبد آسمان خدا که به آنها هدیه داده شده بود را به درستی و با زحمتی بی شمار و لطفی بی دریغ با همه وجود خود وجودی حرمه آن را حمایت کردن. خاطره زیبای بهار زندگیتان، تولد بهنود عزیز که با ورودش به زندگیتان آن را به گرمای تابستانی برد، تبریک میگوییم و تأسف که چرا روزگار میبایست چنان ورق بخورد که خزان زندگی را در زمستان به لذت بهاری در گرمای تابستان ترجیح دهد، که بازی روزگار همان حکمت خداوند است، همان حکمتی که با گذشت تابستان خاطرش را گرمای آتشیش را به پاییز به یادگار می سپرد تا بعدها این گونه رنگی زیبا از گرمی آتش به خود بینند و بیایید به احترام این بها، به احترام بهبود عزیز. ما هم همچون طبیعت زیبایی را از رفتار بهبود در خود نمایان کنید. ممنونیم از همه عزیزان که صمیمانه ما را همراهی کردن. ما مطمئنم، یقین دارم همه میدونیم و حضور گرم بهنود عزیزمونم اینجا حس میکنیم. بازم خیلی تشکر. پاینده باشید همتون و هر لحظه از زندگیتون. امیدوارم که از این بعد شادی ارمغان جمعای ما و همه عزیزان ما باشه. خیلی زحمت کشیدیم، بازم تشکرم باز حاصل واقعا زبونم که چجوری از حضور همه قدردانی کنم. همه عزیزایی که از دور هم برای ما پیغام شادی و تبریک فرستادن برای بهنود گل ما ممنونیم، سپاسگزاریم. خواهش می‌کنم بچه‌ها پذیرایی کنید از دوستایی که دور تشریف آوردن. مرسی.